احسان الله دیگر مجبور نیست یکی از کودکان سیگانگی خود را بفروشد این باشنده ای ولایت قندهار اکنون با کمک مالی که دریافت کرده می تواند زندگی خود و خانوادهش را پیش برد یکی از افغان های مقیم در جرمنی تعود کرده که ماهانه برای یک سال با این خانواده نادار کمک می رادیو آزادی قبلا در گزارش وضعیت زندگی احسان الله را به تصویر کشیده بود در آن گزارش احسان الله گفته بود که مجبور است یکی از کودکان سیگانگی خود را بفروشد تا مصارف دو تن دیگر آنها را تامین کنند در زندگی من یقینا تغییر آمد آنقدر زندگیم تغییر کرده و خوشحال هستم که فکر می کنم خداوند دوباره به من زندگی بخشیده به این خاطر که من یک شخص فقیر بودم و خداوند برایم سه فرزند داد بعد از نشر گزارش رادیو آزادی یک خانم مسئولیت پرداخت مصارف خانواده و کودکانم را به دوش گرفت و یک خواهر دیگر نیز 500 دلار با من کمک نقدی کرده است که همکاران شما آن را تا اینجا به من رسانیدند تشکر از همه سپاسگزاری می کنم خداوند شما را حفظ کند با این کمک ها مشکل بیکاری احسان الله نیز حل شده و اکنون با استفاده از این کمک ها خوراک فروشی کوچک سیار ساخته است در کنار دیگر کسانی که با احسان الله کمک کردند یکی نجیبه کوچی خانم است که تعود کرده برای یک سال ماهانه به خانواده احسان الله کمک مالی کنند من گزارش شما را از طریق فیسبوک دیدم و متوجه شدم که واقعا در شرایطی که خانواده قندهاری زندگی میکنه با سه کودک خود برایم بسیار زیاد مشکل بود واقعا طاقت فرسا بود که اصلا انسان ها در رد یک حالت دادم مشاهده میکنم و ما از طریق گزارش شما واقعا این تصمیم گرفتم که خانواده را پیدا بکنم و امراشون ام کمک بکنم با حاکم شدن دوباره طالبان حدود شش ماه پیش در افغانستان فقر و بیکاری افزایش پیدا کرد زیرا سازمان ها و کشورهای تمویل کننده و امدادرسان فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کردند کودکان از قربانیان اصلی این بحران دانسته می شوند سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیون ها کودک افغانستان به دلیل فقر با تهدید سوی تغذیه مهلک روبرو هند.